سلام خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه پروژه بچا امروز میخوایم قسمت جاوا رو انجام بدیم در رابطه با جاوا اسکریپتش ما چند تا کار باید بکنیم یکی این که اگه ای دقت بکنید بچا من وقتی روی که این دکمه ها میزنم بذم پروژه اصلی رو نیاوردم نه بذم پروژه اصلی بیارم روی دکمه ها وقتی من میزنم بچا نیا کنید چه اتفاق میفته دو تا اتفاق میفته یکی این که رنگ, رنگ بکگراندش عوض میشه و اون دوتای دیگه رنگ دیفالت رو میگیرن سفید میشن و دوتای دیگه دیفالت میشن و دو این که این محتوای مرتبط با اون تب هم اینجا نمایش داده میشه پس من قطعا قراره یه ایونتی داشته باشم به نام کلیک با این ایونت من دو تا اتفاق قراره بیفته اوکی اما اتفاقا چی اتفاقا این که من یه کلاسی دارم به نام اکتیو اگه اشتباه نکنم بذارید ببینم اینها. قرار این کلاس اکتیو بین اینا جابجا جا بشه با کلیک من و همچنین کلاس اکتیو تو کانتنت من باید جابجا جا بشه قرار همچنین اتفاقی بیفته خب بریم سراغ کارمون چند تا چیزی باید سلکت کنیم یک این دکمه ها رو باید سلکت کنیم بچه ها دو کانتنت رو باید سلکت کنیم که میشه دقیقا این آرتیکل ها فکر کنم درسته آه... فکر کنم آره و سه هم باید این اه... یه یا یه دونه چیز سکشن ها این اباوت هم باید سلک کنیم حالا بهتون میگم چرا بریم سراغ کودمون بچه ها توی جا... اپ هم. خب اول دکمه رو سلک کنیم کانست بی تی مساویس با داکیومنت دات کوئری سلکتور آل میذارم چون چند تا دکمه هست داش بی تی این داش نه تب داش بی تی تب بی تی این درست این هزی. بعد قسمت ایباوت هم رو سلیک میکنم الان به بهتون میگم چرا ایباوت رو سلیک میکنم ایباوت بچه میشه پرنت من یعنی تمام این قسمت یعنی سه تا دکمه و این پایینش زیر مجموعه ایباوت میشن خب میخوام کل این رو سلک بکنم کل این جا رو سلک کنم query selector about و articles میشه در حقیقت اون چیا بچا بذار بنویسم بریم با هم ببینیم بهتره query selector all کانتنت خب کانتنت چیه؟ اینا تمام این مقالات ها بچه این است میبینید کانتنت های من این است تک تک این قسمت هایی که محتوای من است یه کلاس کانتنت معرفی شده خب این از حالا میام میگم که روی about هم یعنی کل اون محوته کل اون سه دکمه و اون پایینش یه دونه ایونت اضافه میکنم کلیک فانکشن یا ایو ایونت هم میخوام الان بهتون چرا فعلا یه کنسول بذارم ایداد داد تارگت رو ببینیم چیه خب بیم اینجا تو پروژم یه رفرش میکنم خب بچه ها ببخشیم موشیم زنگ خورد خب بریم سراغ کارم کنسول لاگ ای تارگت بریم سراغ این که چی میشه بچه من انتظار دارم خب هر جای اینجا س... کلیک بکنم ببینم مثلا روی این کلیک میکنم میگه که تارگت شما این پاراگرف هست روی این کلیک کنم میگه اچاره روی این کلیک کنم میگه باتنتونه آرتیکلتونه این کل این قسمت آرتیکلمه اینا رو دیگه نمیفهمه بچه چرا چون اینا جزه ایباتون نیست فقط این یه تیکه جزه بات خب حالا من میخوام چیکار کنم این دکمه های بد... من بچه ها یه ویژگی منحصر فردی چیه ویژگیشون؟ ویژگیشون اینه که یه دیتا آیدی دارن چیزی که بقیه علمان های اون قسمت ندارن میگم آقا هر جایی کلیک شد اگر دیتا آیدی داشت دیتا آیدی رو بردار همین بریم این کارو بکنیم من اینو پاک میکنم خب می نویسم کانست uh, آیدی اسمشو میذارم ای فارسی چرا const id مساوی است با e target برای گرفتن بچه دیتا تو جاوا اسکریپت از این اسم میشه دیتا set ID. اسم دیتا, دیتا هم آیدی گذاشتم دیگه بچه شما این پارت دوم و هرچی بذارید این اسم میشه بذارید مثلا اکبر میشه اسمش میشه اکبر خب حالا آیدی رو گرفتم میگم اگر آیدی وجود داشت یعنی چه آیدی وجود داشت بچه ها اینجا نگاه کنید یه کنسول لاگ بزنم بنویسم یه بهتون بگم کنسول لاگ آیدی امکان داری اینجا آیدی نگیرم من یه رفش میکنم نگاه کنید اینجا نگاه این آیدی نداره آن این آیدی نداره. این آیدی نداره فقط اینجا آیدی داره میبینید بس امکان داره undefined باشه میگم اگه undefined نبود یعنی یه چیزی توش بود یکی از این ستا بود چیکار کن اول برو کلاس اکتیو رو از همه دکمه ها هست کن پس میم روی دکمه ها btns dot for each function btn میگم btn dot remove active میگم برو اکتیو از همشون هست کن بعد که هست کردی اون دکمه ای که روش کلیک کردم یعنی ای داد تارگت کلاس لیست برو به اون اضافه کن active من اینجا رو برست رو کامنت میکنم که این یکی که اولش رو ببینیم اول الان من وقتی رو هر دکمه دکمه کلیک بکنم همه ی اکتیبا بردش میشه نیا کنید اکتیبا کلا برداشته شد حالا که رو میگم خیلی خوب از همه برداشتی این دکمه که من کلیک کردم رو بهش بده این به این بده یه کنم نیا کنید بقیه رو برمیداره به اون میده اوکی خب این مرحله اول انجام شد محله دوم چیه؟ محله دوم بچه بعد بعد دوباره روی آرتیکلام فور ایچ بزنم بگم برو روی تمام آرتیکلام هم اکتیو و بردار بعد به اونی که آیدیش با این برابره بده بریم این کارو بکنیم فایل بچه ها میگم اینجا بینیستم میگم که برو روی آرتیکلام خب یه فور ایچ بزن فانکشن بزا هر آرتیکل خب کانس المنت مساویس با المان البته المنت میگن داکیومنت دات گت المنت بای آیدی میگن برو اون المانی که آیدیش با آیدی برابره پیدا کن بچه ها اینجا وقتی من رو روی این کلیک میکنم دیتا آیدی مثلا این گله خب میره این آرتیکلی که آیدیش گله رو پیدا میکنه یا کنید اینا ما کدوم از این آرتیکل هم یه آیدی مناسب فرد داشت دیگه میگم برو اینا رو سلکت کن هر کدوم آیدی رو گرفتی برو آیدی آرت... دقیق دیو مرتبط با اون آیدی رو سلک کن حالا که سلکت کردی چیکار کن کلاس اکتیو بشه اضافه کن الما دات کلاسیس داد اد اکتیف به سادگی بریم ببینیم بچه چه ببینیم اوکی کار میکنه یا نه خب اشتباه داره کار میکنه تو من یه جاره یه پرانتزی چیز اشتباه باشم خدا فهمیدم اینو خب بذار من یه تیکر رو کلم وردارم آها 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 فهمیدم چی بشه بزن بچه اینو اینو من اینجا نباید می خب یه چیز جا انداختم اول باید چیکار کنم اول برم از همه‌شون رو هست کنم پس میام آرتیکل دات کلاس لیست دات ریموو چیو اول برو از تمام اون آرتیکل ها خب اکتیو هست کن بعد که حذف کردی حالا به این مرحله رو انجام بده برو به اونی که آیدیش برابر اینه اضافه کن حالا شد فقط این که این رو باید بریم داخل همین ایفه بچه اگر آیدی وجود داشت این کار رو باید بکنه اگه نداشت که نمیکنه این کار خب درست یه بار دیگه یه مرور سریع بکنیم میگم که خیلی خوب برو رو قسمت اباد کلیک کن خب وقتی کلیک کردی اگر اون جایی که کلیک کردی دیتا ستی به نام آیدی داشت آیدی شو بردار خب اینجا فقط این ست دکمه اینو دارن آیدی رو اگه گرفتی خیلی خوب اگه آیدی بود این آن دیفاین نبود یه سری کار رو انجام بده اول برو کلاس اکتیو از همه دکمه ها بردار بعد برو کلاس اکتیو به اون دکمه که روش کلیک کردی اضافه کن بعد که این کار رو کردی برو کلاس اکتیو از تمام مقالات هست کن بعد برو کلاس اکتیو به اون مقاله که آیدیش با این آیدی بالا یک سانه اضافه کن کل فرایندش اینه بچه خب اینه از این پروژه هم بچه هم. بریم بیام ادامه شوش درست بعدی فیلن خدا بسید.